سلام دوستا عزیز، بازم خوش آمدید. خدا کنه که جور و سرحال سلامت باشین. امروز یک شخص بزرگوار ما را دیگه ما او را غافلگیر ساخته بودیم و ما را غافلگیر ساخت. دیگه آورده ما را این در بند قرغه جنان ما نام داده ما خانه شاباد. دیگه جنرال صاحب خوش آمدید. سلام دوستو مهربانم، بازم جور و خیر صدمان خیر خیر دی سال احوالت به صدمان صرفایت خیر دی. چطور شد که ما را تا اینجا زحمت دادی؟ گفتی یکان تا یا لطف کردی که ما تا اینجا بیاییم؟ نه خواهش میکنم، شما خواه بزرگوار هستی، باعزت باشی، قابل قدر هستی. زنده باشیم دوستا، وطندارا، افغانا، مسافرا، بزرگا، پدرا، مادرا، خواهرا، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه چند روز پیش به خودتان معلوم است که کمره مخفی آمده بودن در جان ما، ناچاپ بسیار زیرکانه ما را گیر کردن. دیگه بعد از برنامه گفتن که کمره مخفی است، باز ما یارا گفتم به خاطر که یک پل بین ما و ازیا بین مردم است. بله تو مال خود برنامه خودت تو گرفتی، دیگه گپای خود زدی، ما میگون گپای دارم. دیگه چون که حال آشنا شدیم و رفیق شدیم، دوست شدیم، دیگه یک روز زحمت بکش لطف کو از نزدیک بیا که ما میگون گپای یگان پیاما با دوستا و وطندارا دارم. دیگه از طریق تو پیام های خود را برسانم به جوان ها و به هموطن ها. با عزت باشی. خدا کنه جنرال صاحب در سوژه که بالای خودت ثب کردیم از ما زرده نشده باشی. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. تعداد زیاد هموطن های ما کومنت های خوب کرده بودن و گفتن آفرین به حوصله جنرال صاحب. زنده باشن. دیگه اگان دیالوگک هایی که گفته بودید همو زیاد خندام کدن، نوشتام کدن، همو دیالوگش که مثلا مرا گفتی که های نکاید نشقا و سلطا. در او یک ذره خندیدن و یک جای دیگه که گفتی سرت پترول مندازم درت میتم. خب هر صورتش تشکری میکنم از اینکه اینجا ما رو دعوت کردی، مهمان نوازی کردی، کوچک نوازی کردی. جنرال صاحب در مورد امید آرزو داری که اگر در افغانستان کدام کنسرت داشته باشه، کدام جای بری از نزدیک به کنسرتش مثلا آهنگایش بشنوی و خواستی تاجان کنسرت داشته باشه که ما برام از نزدیک کنسرت چه ببینم؟ کنسرت چه ببینم؟ نه اصلا در این عوض و عربان نیستم. و جایی که کنسرت داشته باشه خداوند پاک پروردگار روش اصلا پای مرا اگه ببرم روش پایم خشک شواهید نرسم. چرا جنرال صاحب؟ بخاطر از اینکه دیگه ما چی کنم در کنسرت از برم؟ در کنسرت از او دیگه ما کسایی برن که چک چک کنن، چک چک یاد دارن، ما چک چک یاد ندارم. دیگه اوجه چک چکی ها میرن. دیگه اصلا زیبنده مرا وار یک جوان با همت، با غیرت، شجاع، پیروز، موفق، یک جوانی که واقعیت همیشه در زمین افتادیم مثل یک مرد واره دست ما در زمین ماندیم یا آساچیو بگرفتیم پس بلند کردیم خود سر پای خود بودیم. و هر جوان هم میگم که هر وقت که در زمین افتادی بسیار با استوار مثل یک مرد داره استوار پس سر پای خود استاد چیو در زندگی، در زندگی پستی و بلندی میایا، در زندگی انسان گشنگی، لچی، پوتی، مفلسی، ویکرگی در زندگی ما او از مایش پروردگار است. پروردگار خدا صاحب ما و شما را در دنیا آفریده، خصوصا مسلمان ها را که اینمی سختی های زندگی را باید ببینیم. بلکل. وقت مسلمانی سختی های زندگی را نبینه فرق بین مسلمان و کفر چیز خیلی بخاطر که از ما و شما این دنیا نیست، او دنیاست. بلکل. آرزوی از این را داری جنرال صاحب که با سیتا جان کدام ملاقات داشته باشی روی داری؟ والا گپ دلت چی خواد بود برش؟ اولین گپت که برش بود؟ والا گپ دلم ما ایست که سیتا را دیگه آرزوی ما یکانا آرزوی ما ایست که سیتا را که هر وقت که ببینم برای سیتا میگم که ما یک جوان تازو جوانای هزار نفره که پشت خواستگار آمده بود و گفتی خواستگار آمده و مرا دوست دارم، ما از او جوانان هستم، ما فرق میکنم صدقه چم با او جوانا زمین و آسمان فرق میکنم، ما مجنون هستم، ما واقعیت از قلب دوست داشتیم، نه که ما همراه تو عروسی کنم و تو ما تو را بگیرم، اصلا در فکرش نبودیم، در خیالش نبودیم. خداوند پاک پروردگار در او روزم نرسانیم که ما توی کنم، بخاطر که لذت زندگی هم است که ما تو با هم نرسیم، که برسیم باز لذتش کم میشه، مزهش کم میشه. دیگه یک کتاب است که یک ورقی است، یک سفیر ما باز کردیم که یک 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد کسایی که واقعیت کسی را دوست داشته باشن و باز درک میکنن و ما را میفهمن که ما چی میخواستم و چی گفتیم. بله. و دیگه گفتی که سیتا جان آرزویش داری که ببینیش. بله بله. دیگه هر روز در میدیا میبینمش. آرزوی از نه ندارم، آرزویش ندارم، نه اصلا توقعش هم ندارم. بله. یک دو جای هم فهمیدیم که سیتا اونجا از ما نو میخواستیم بریم، دعوت شدیم، مگه بایی تو دعوت شدیم که دیگه
مثل کمره مخفی که روز ما را غافلگیر کردی یا نمیتو غافلگیر. در میدان دروازه که رسیدیم نفر گفت فکرت باشه که سیتام داخل است. پس از اونجا دور خوردیم گفتیم نمیرم. دو دفعه برابر شدیم. یک دفعه اجده یکی از رسانه افغانستان بوده، نمیگم کدام رسانه به خاطر که او با آدم خفه میشه. یک دفعه دیگه اجده یکی از اوتلا بوده در مشار کابل. دیگه پس دور خوردیم. داروزوش نیستم، فقط پیامون به سیتا اینمیست. هست انسان ها دوست میداشته باشن یک آدم ها. توهین و تحقیر نمیکنم. از پیش تا خانه خدا خوش هستم. بسیار با الفاظ شیرین آمده مرا جواب دادی، جوابت با چشم پذیرفتم. دوست تا که زنده هستم دارم، ولی خب توقع دیدن تا و توقع از اینکه کنسرت داشته باشه و ما برم در کنسرتش اشتراک کنم از اینکه پا اصلا ندارم و نیستم. خوشم هم نمی آید که در مخت سیتا جان خواه دیده باشی. ولی سیتا را یک روز چی بگویم راست چی اگر پرسان کنی؟ گپ خوبه است، نظر نیکیست، بسیار گپ نیکیست. همی فضایش هست، فضای عاشقانه است. دیگه ما ایش سال در فکر از او، در ذهن از او، در تفکر یک بودیم، مفکوره یک بودیم، خواه شدیم. خواه دیدیمش که یک جای شیشتیم، قصه داریم. مرا میگه جنرال، ما اینه میخواندن ایده که کدیم که ما چیم کاکل تو پریشت وقتی که میای تا کوتا کنی زیبا میشی. اینمی قصه را داریم، دینمی جرباس هستیم. خیستم که ملای صبح ازان داده و در صبح است. تا که زنده هستم دوستش دارم، تا که حق قدر خون در جانم باشه دوستش دارم. ولی خودش دوست داری، صدایش دوست داری، سیمایش دوست داری، آهنگایش دوست داری. از چه از سپای تا فرق سر، هم خودش دوست دارم، هم زبان بلبل مقبول زیبایش دوست دارم، هم خواندنای مقبول زیبایش دوست دارم. همیشه میشنوم، گوش میکنم خواندنایش. دیگه هم اخلاقش دوست دارم، بهترین اگر اخلاق داره، بسیار اگر اخلاق نیک داره. ولی یک پیام دیگه هم با سیتا دارم، به خاطر که در دلم نمانه. روزی که در تلویزیون آریانا دعوت بودی، وقتی که نجیبه از تو سوال کرد که جنرال اگر من ایسی یک دوست اگر اصلاح کنه خدا قبولش دوری یا نبوری، از اون لبخند مقبول زیبایت معلوم میشد که بسیار اجباری و مجبوری همون شسته که بالا کردی. من میفهم از دل و از قلبت، ولی خب سیتای مقبول تدقیه چه هم جنرال هم یک جوان کم نگی، دست کم نگی. دیگه شکر فضل خدا با اصل با نصب هم هستم، بچه با تربیه هم هستم، کل چیز فوق العاده، از این چیز کم نیستم. دیگه تو هم یکم وقت کوشش کن که مغرور خودخواه نباشی، به خاطر که انسان هیچ چیزی نیست مغرور. ولی مغرور خو هیچ کدامش نیست. آریانا جان هم دوست دارم، قلبم دوست دارم آریانا سعید. بدر چی میگی حالا اینجا؟ آها نه، خواندنایش مقبول زیبایش، قلبم دوست دارم، خوشم. و آریانا یگانه کسی است که من واقعیت یگانه افتخاره که باریانا میکنم که دو دفعه میره گفتیم بیان کردیم در ویدیوهای خود. در یک جای دیدمش که مت یک زن است که دیگه بسیار یک زن با جرات مت مردانوار است. دیگه دوم دیگه آریانا را به خاطر دوست دارم. ما یک جوان مست هستم، چیزی که حقیقت داره، چیزی که در دلم هست، از زبانم مثل مرد داره پاک صدره براتان بیان میکنم. ولی خب یک روز یک دو کلمه گفت درباره آریانا سعید زدم. آریانا سعید بدر از من بسیار یک تشکری و دیگه و دیگه. واقعیت مرا خوش ساخت، قلب ما آرام ساخت. واقعیت من فهمیدم که یک زن با درک، با احساس، با جرات. دیگه من که سیتا را دوست داشت، اگر من عوض سیتا می بودم میفهمی چی میکردم؟ روز صد دفعه زنگ میزدم میگفتم جنرال کجا هستی، صدقه چم که نان چاش در فلانا جای میمانم هستی، چای صبح در فلانا جای میمانم هستی و نان شام در فلانا جای میمانم هستی. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما دقات مردم خود، دقات ملت خود، دقات هموطنهای خود گفتیم سیتا با کل فامیلت احترام قائل هستم، به خانوادت قائل هستم، احترام قائل هستم. توهین تحقیر خدای نخواسته من زبان ما گنگه شوه، من زبان ما میگم مهید شوه که من تو را گپ خراب بزنم. گفتیم دوست دارم. اگر مرا یک کسی بگوید دوست دارم، یکان 500 دفعه از او تشکری میکنم. دیگه افداله که خودت یک دفعه هم تشکری نکردی از ما. خب از یه هنرمندا کی کده تماس گرفته بدونه؟ از هنرمندا دیگه در می وقت در می طول یک سال دیگه چی برات بگویم کی تماس نگرفته.
از این بزرگا که مستقیم نه اون کی تماس نگرفته خو کسایی که واقعیت از دختر خانم ها مثلا دختر خانم ها میگن تو مجده جان مجده را بسیار دوست دارم مجده جان بهترین یک اندام مقبول زیبا بسیار یک صدای مقبول نه با هنرمند ماستن بسیار یک اندام مقبول زیبا همیشه لبش دلب خند بسیار یک آدم که سنگین یک آنه چیزی مجده که خوش من که تو یک رقم متکبر و کبری و خودخواه معلوم نمیشه هر کسی که اگه اینی رقم هم امرایش عکس میگیره مجده جان امرایش میگیره بسیار با نیت پاک بسیار با دل پاک دیگه فاریان ها سید مجده جمال زاده دیگه سیتا جان این سیتا را زیاد دوست دارم سیتا را عاشقش هستم و آریانا و مجده را واقعیت که از قلب عاشق خواندنهایشان هستم و همیشه تشویقشان کرده میکنم نگف نمی جنرال سه بخشش باشه خودت علاقمندای خاصشان هستم تم کمری مخفی هم مرا گفتی که هزاران نفر سیتا جان و هر هنرمند دوست دار عاشق شد بله تو چطور شد که در بین اینقدر جوان ها یک دفعه ظهور کنی بیایی در سوشل میدیا بگویی بیا در نمی را واضح ساختی خدا تو را جان جور نصیبت کنه تو چرا قم نطاق هستی که در اینقدر وقت و زمان در اینقدر ویدیوهای ما تو اصلا نفهمیدی که چرا ما این کار را کردیم؟ ما بینیندو را میگم ما با بینیندو میگم ما با تو هم میگم ما با بینیندو میگم برا تو هم میگم این دل گرده و شایستگی و این قلب را که خدا مرا داد این هر جوان را نداده اونمو قلب اونمو دل گرده و اونمو مستی و اونمو امت و غیرتی که ما داشتیم برا کل مردم دنیا گفتیم که او بیدر چطور کنم گناهی ما نیست اینمی آدم سر استیج بر آمده خواندنهای بسیار مقبول و زیبا کرده دل من پشت از اینمی آدم رفته ای خیر ببینید و ما نمیخوایم که امرای ما عروسی بکنه فقط هم که میگم تون که دلم 7 سال بشه که پشت از اینمی رفته حالا به خیلی صبرم لبریز شده مجبور شدم که کل دنیا را خبر بسازم که اینی تو یک جوان است در افغانستان که دلش پشت از اینمی هنرمندش بدر رفته بلکل ایتا قاره آسیا و اروپا نخواد بود که خودت از من میگم جایی که یک دان افغانی دم دمرک نامش کشور یک تا افغانم رفته و پای خودم مانده اونجا دیگه ما را میشناسن و قصه رفته برش بلندار است خداوند پاک پروردگار هم وطنهای ما و شما را یک دارم میشون کم نکنین این ویدئوی ما اتران که میبینن 100 نفر 20 نفر از این 100 بد میگه و یا اگر پدگاه میگم بتانه و جوانهای که کسایی که اگران کمندهای خراب مرا میتی ما یک جوان با همت هستم ما یک جوان استوار هستم ما یک جوان با غیرت هستم در زندگی یادتان باشه که ما در گپای شما هیچ وقت زیر تاثیر نرفتیم نمیرم و خفام نمیشم دقات 100 نفر 20 نفر که بد نگفتید اصلا خدا آدم حساب نکو ما کدام ولی ولا نیستیم یک فرد هستیم یک فرد حدیثیم بنده خاکی هستیم مثل دیگه انسان ها ورستیم هیچ وقت کسی مغرور متکبر باید نباشه و نشه به خاطر اینکه دنیا با کسی وفا و وقا نداره چشم تواز کس بود که واز کسایی که یکی هست یکی نیست یا امروز هستی یا نیستی کسایی که کمندای بد میتی صدقیتون شام خیده قصیتون نیستم خدا زنده باشی گفت خب مقصد یک عبدالسا بگویم اتون وقت که این آدم ناچاب مرا گیر کرده بود دیگه واقعیت یکی خب چی براتون بگویم یعنی خون مرا به جوش آورده بدی اونمو گپای را که تو میزید سر ما یک بات میخورد یک قطع سیدات میکرد که موقع میفهمه اون وقتی که تو گفتی کمره مخفی و گپاست که اکم من نرم شدم اگر نه من بسیار اول قار بودم یکان جایی که من خوی تو را از یک کسی را که واقعیت قلبا دوست داشته باشی که یک کسی اگر خراب بزنه خدای نخواست یک چیزی بگوید زورت میته مثل که یک نفر دو تا زن داره با او زن خود یک چیز میره با دگهش نمیره او اسودیش میره ایتو صد فیصد کدام گفت دیگه چیز باقی مانده پیام آخر دیگه پیام آخر می از دوستا وطن داره افغان ها جوان ها پدر ها مادر ها خوهر ها برادر ها کلت مثل اعضای فامیل میبینم تمام ملت افغانستان در هر جای که هستن با کلتان احترام قائل هستم کلتان دوست دارم بشرم کسایی که نفاق و تضاد میپرته خجالت بکشه به خاطر که ما و شما زنده باد اسلام زنده باد یک افغانستان واحد 100 دفعه شده براتون تکرار میکنم بشر ما او جوانه که گپ مرا میشنوه که بعد از او من یک مؤمن مسلمان یک هموطن خدا توهین و تحقیر میکنه در اتاق کدام عکس سیتا است؟ والا در اتاق عکس سیتا را که بانی خود نمازت نمیشه در اتاق عکس باشه که اصلا نماز نمیشه سابقه بود دیگه حالا اصلا نه عکس است نه خواندنه و نه کسی ته چیزی نیست در بکسه که جیبی در تلفون هم هست در تلفون میباشه و هست ولی در خانه دیگه خانه خود اتاقم سابق بود بسیار زیاد بود
دیگه جمعش کردی؟ خب اگر من ایتو بود که زیاد ادامه میادم وقتی که آدم آمد مرا جواب داد دیگه جوانایی که در میدیا مرا میبینن مرا تعقیب میکنن وقتی یک خانم یک زن به جواب بده دیگه زیاد در پشت از او بری این زیبنده یک مرد یک زیبنده یک جوان هم نیست زیبنده مرا واره یک جوانه که باطر است همیشه یک جوانه که همیشه استوار بودیم با خدای خود بودیم قطع خدای خود عد کردیم گفتیم من همراه توستم و خدای دیگه تو همراه من باش ما دیگه در قصه انس جنس نیستم دیگه بعد از اینکه سیتا مرا جواب داد ضرور نیست دیگه من عکسش در خانه برم یا تلفنم برم یا چیز دیگه برم به خاطر که ما غروری که دارم و مردی که دارم بازم او پایمال میشه اگه یه اون پایمال نشه و دردش برم واقعیت هم یک 50 نفر 100 نفره که نظامی ایره میبینه همو اسکر از ضابط از سایمنصب از جنرال از اگر جنرال از وقتی که نام یک جنرال هم در سر خود میمانم باید هر قدم ایره که ماندیم و میمانم باید بسیار متوجه باشم که به دیگه هم وطنهایم بر نخوره یک کسی نگاه یک اینی آمیتو باید بسیار با دقت فکر ما بگیرم دیگه عکسی یه پایش نیست و نمیمانم هم سابق بود زیاد در قلب ماست همیجا نگاهش میکنم همیجا دفنش کردیم در دیگه جایا نیست دیگه دوستا اگه پدگان براتون ببیم دیگه بخاطر اینکه یه آدم یک پل است بین ما و شما بلکل امشالله و تالا عزیب عباد امکان داره که من دیگه هفته یک دفعه همراه شما از طریق از آدم باشم همراهتان اگر زندگی بود و زنده بودیم سلامت باشی جنرال دوستای عزیز صحبت های ادامه کرد دیگه شام شد اگر نه جنرال صاحب قایم میگرفتیم خونه خودش یک وعده کرد که انشالله هفته یک دفعه در خدمت شما میاد با موضوعات مختلف بله سلامت باشی جنرال دوست دارم خوش شدیم تشکر بسیار زیاد کلتان هم وطن ها دوست دارم بکلت احترام قائل هستم هر کسی که کل همتانا را میگه دوست دارم احترام براتون قائل هستم این کدام ترس بزدلی ضعیفی نیست این یک مردانگی است